غول زره پوش آمریکایی، آبرامز، ماشین جنگی که تو آتش جنگ ساخته شده و بر میدانهای نبرد زمینی فرمانروایی میکنه. تو این ویدیو تکنولوژی تانک آبرامز، قوی ترین تانک آمریکا و یکی از بهترین تانکهای دنیا رو بررسی میکنیم. از موتور عجیب غریبش گرفته تا زرههای چند لایه و فوق‌العاده قوی اون که آبرامز رو تبدیل به یه دش متحرک کرده. تانک M1 آبرامز برای اولین بار سال 1980 به میدان اومد و جایگزین تانک M60 پاتون شد و به خوبی تونست با تانک‌های شوروی مقابله کنه. آبرامز در طول جنگ خلیج فارس عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت، ولی به هر حال هدف این ویدیو تاریخچه اون نیست و قرار تکنولوژی این تانک رو بررسی کنیم. در طول سالها آبرامز آپدیت‌های زیادی داشته که معروف‌ترین اونا مدل M1A2. خود M1A2 چند تا مدل داره که مدرن‌ترین اونا که الان هم تو خدمته M1A2 SEP V3. البته M1A2 SEP V3 هم میگن که بهش M1A2 C میگن. تو این ویدیو قرار این مدل رو بررسی کنیم. طول تانک 9.77 متر، عرض اون 3.66 متر و ارتفاعش هم 2.44 متر. آبرامز 4 تا خدمه داره که شامل فرمانده، راننده، توپچی و گلوله گذاره. تانک مجهز به یه توپ 120 میلیمتریه که برد اون تا 4 کیلومتر هم میرسه. این توپ گلوله های مختلفی رو شلیک میکنه که اصلی ترین اونا رو معرفی میکنه. گلوله های APFSDS. از اینا علیه تانک ها استفاده میشه و میتونه زره های زخیم و قوی رو تا حدود 800 میلیمتر سوراخ کنه. گلوله های هیت. از اینا بیشتر برای خودروهای زره پوش و سنگرها استفاده میشه. این گلوله ها بعد از برخورد یه شعله جت ایجاد میکنن که زره رو ذوب میکنه. قدرت نفوذ اینا حدود 600 میلیمتره. مدل بعدی گلوله های جدید AMPه. اینا گلوله های چند منظوره پیشرفته هستن که قابل برنامه ریزی هستن و برای هدف های مختلف مثل نفرات، سنگرها و وسایل نقلیه سبک استفاده میشن. منظور از قابل برنامه ریزی اینه که میشه اونا رو جوری تنظیم کرد که در لحظه برخورد منفجر بشن، یا اینکه تو زمان یه فاصله مشخص از هدف منفجر بشن، یا حالت دیگه اینه که بعد از نفوذ تو هدف منفجر بشن. مهمات آبرامز توی محفظه امن و زره پوش برای جلوگیری از انفجار قرار داره که گلوله گذار هر بار با زانوش این پدال رو فشار میده و درب محفظه باز میشه و یه گلوله رو بر میداره. یه چیز جالب در مورد آبرامز این دریچه است که بهش بلو آف پنل میگن. این دریچه رو به این دلیل قرار دادن که اگه یه وقت محفظه مهمات به هر دلیلی منفجر شد، موج آتش انفجار از این قسمت که ضعیف‌تره بیرون بره و آسیب کمتری به خدمه برسه. کنار توپ یه مسلسل 7.62 میلیمتری قرار داره. یه مسلسل دیگه هم بالای توپ قرار داره. این قسمت دوربین توپچیه که با اون اهداف رو میبینه. بالای این دوربین یه مسلسل کالیبر 12.7 میلیمتر قرار داره که از داخل تانک توسط فرمانده تانک کنترل میشه. کنار اینا یه دوربین دید حرارتی 360 درجه مخصوص فرمانده قرار دادن. فرمانده دو تا مانیتور داره، یکی نمایشگر دوربین حرارتی و اون یکی مربوط مدیریت نبرده. تا حالا به این قسمت برآمده روی لوله تانک دقت کردید؟ به نظرتون این چیه و چرا این شکلیه؟ به این قسمت بور ایوکویتور میگن. وقتی تانک یک گلوله رو شلیک میکنه، گازها و بخارات ناشی از پرتاب و شلیک گلوله از طریق لوله تانک به داخل تانک برمیگرده که این بخارات برای سلامتی خدمه خطرناکن و حتی امکان انفجار اونا هم وجود داره. بور ایوکویتور یا تخلیه کننده یه قطعه مکانیکیه که به این شکله. وقتی گازهای شلیک گلوله به این قسمت میرسن، وارد یه فضای ذخیره میشن و اون یه جورایی مثل یه مخزن فشار عمل میکنه. حالا بعد از خروج گلوله از لوله تانک، فشار گازهای توی لوله کم میشه، در صورتی که فشار توی ایوکویتور
ذخیره شده و زیاده. این فشار زیاد بقیه گازهای توی لوله رو به بیرون میرونه و لوله رو خالی میکنه. بریم سراغ نقطه قوت اصلی آبرامس، زره فوق‌العاده قوی و چند لایه اون. ممنون میشم اگه تا اینجای ویدیو راضی بودید، ویدیو رو لایک کنید و ایده‌هاتون رو تو کامنت ها بهمون بگید. آبرامس از یه زره ترکیبی به اسم چابهام استفاده میکنه. هسته اصلی این زره یه لایه سرامیکیه. سرامیکا سختی خیلی بالایی دارن. سختی بعضی از اونا مثل سرامیک سیلیکون کاربید 5 برابر فولاد سخته. اما همونطور که میدونید سرامیکا خیلی شکننده. باید بدونیم که تو خواص مواد سختی و شکنندگی دوتا خاصیت مجزا هستن. سختی یه ماده یعنی مقاومت اون در برابر خراش خوردن. یعنی یه جسم مثل همین سرامیک میتونه سختی خیلی بالایی داشته باشه ولی از طرفی شکننده هم باشه. به همین دلیل از سرامیکا به عنوان یه پوسته بیرونی برای تانکا استفاده میشه و روی یه لایه فلزی قرار میگیرن. وقتی گلوله توپ به سرامیک برخورد میکنه به خاطر سختی زیادی که داره بخش زیادی از انرژی اون رو میگیره. شکست شدن سرامیک هم باعث میشه که انرژی گلوله توی منطقه بزرگ پخش بشه و نقطه‌ای اثر نکنه. یعنی هم سختی و هم شکنندگی سرامیک نقش مثبت دارن. یه لایه به اسم ماتریس رزین یا ماده متصل کننده هم اضافه میشه که کاشی‌های سرامیکی رو به هم وصل میکنه و زره رو انعطاف پذیر میکنه. علاوه بر همه اینا متوجه شدن که سرامیک وقتی تحت فشار باشه بهترم عمل میکنه. به همین دلیل یه صفحه فلزی دیگه روی سرامیک قرار دادن. یعنی لایه سرامیکی بین دو تا صفحه فلزی قرار میگیره. این زره میتونه جلوی گلوله های APF-SDS با اون قدرت نفوذ بالاشون هم بگیره. ولی مشکل اینجاست که همیشه برای ضربه زدن لازم نیست که حتما گلوله ها به داخل زره نفوذ کنن. بعضی وقتا با برخورد گلوله زره سوراخ نمیشه. ولی انرژی گلوله به حدی زیاده که باعث میشه لایه فولادی داخل تانک تیکه تیکه بشه و این تیکه ها مثل ترکش های نارنجک به خدمه تانک آسیب بزنن. به این ترکش ها اسپال میگن. برای همین میان یه لایه به اسم اسپال لاینر که یه لایه انعطاف پذیر متراکمه رو پشت زره تو قسمت داخلی تانک میذارن تا مانع تیکه تیکه شدن زره و پرتاب اونا بشه. تو M1 اولیه این لایه از جنس سر بود، اما تو نمونه های جدید از یه لایه اورانیوم ضعیف شده استفاده میکنن که از سر و متراکم تره. تو زره‌های مدرن علاوه بر همه این لایه‌ها یه لایه رو خالی می‌ذارن که انتقال انرژی از طریق زره رو کند کنه. این زره اورانیوم حفاظت بی‌نظیری به تانک میده ولی وزن خیلی زیادی هم به تانک اضافه می‌کنه. به همین دلیل بیشتر تو قسمت جلوی تانک که بیشتر تو معرض خطر استفاده میشه. جدیداً رو لایه اورانیوم ضعیف شده یه پوشش گرافیتی هم قرار میدن که حرارت تولید شده توسط لایه اورانیوم رو کنترل کنه و همچنین مانع خوردگی و اکسید شدن لایه اورانیوم بشه. جالب اینجاست که روی این زره فوق‌العاده قوی و عجیب غریب برای محافظت بیشتر زره‌های واکنش انفجاری هم قرار میدن. فناوری زره‌های واکنشی هم خیلی جالبه که در مورد اونا و نحوه کارشون تو ویدیو تانک T90 توضیح دادیم. این زره استثنایی علارغم محافظت زیاد از تانک یه عیب داره، اونم وزن زیاد اونه. M1A2 CP-V3 66 تن و 800 کیلوگرم وزن داره که اونو تبدیل به سنگین ترین تانک دنیا کرده. برای اینکه این تانک سنگین سرعت خوبی هم داشته باشه به جای موتورهای دیزلی که تو بقیه تانک ها استفاده میشه اومدن توی اون از یه توربین گازی استفاده کردن. توربینای گازی همون موتور جت ها و هواپیما ها هستن. به همین دلیل آبرامس موقع حرکت صداش بیشتر شبیه صدای جته. این توربین مدل AGT 1500 که 1500 اسب بخار قدرت داره و تانک با اون توی جاده با سرعت 67 کیلومتر بر ساعت
و تو حالت آفرود با سرعت 48 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه. استفاده از این توربین چندین مزیت داره. اول اینکه نسبت به موتورهای دیزلی خیلی سبکتر و کوچیکتره. یعنی آمریکایی‌ها با این کار از وزن موتور کم کردن و به زره اضافه کردن. دومی که صدای خیلی کمی داره، به طوری که با آبرامز لقب مرگ خاموش را دادن. جالب‌ترین مزیت این توربین اینه که از سوختهای مختلفی میتونه استفاده کنه، مثل گازوئیل، سوخت جت یا بنزین، که باعث میشه تو شرایط منطقه‌ای و آب و هوایی متنوع و متغیر بدون مشکل کار کنه. با تمام این مزایا، این توربین دو تا عیب داره. یکی اینکه مصرف سوخت زیادی داره. دوم اینکه توربینای گازی حرارت زیادی رو تولید میکنن که این میتونه باعث شناسایی تانک بشه. البته اونها یه سیستم فنک‌کاری هم دارن که تو این ویدیو نمیگنجه در موردش صحبت کنه. یکی از قابلیت عالی آبرامز سیستم تعلیق و فنربندی پیشرفته اونه که باعث میشه تو سخت‌ترین میدان‌ها و شرایط کمتری ضربه به خدمه وارد بشه. آبرامز برای پنهان کردن خودش از دید رادارها و موشک‌های فروسرخ و حرارتی از دو روش استفاده می‌کنه. اون دو طرف خودش پرتاب کننده‌های نارنجک دودزا داره که با این نارنجک‌ها یه لایه دود به شعاع 30 متری اطراف تانک ایجاد می‌کنه. روش دوم اینه که سوخت بیشتری رو به توربین می‌فرستن که این باعث میشه یه حجم زیادی از دود خیلی سریع پشت تانک ایجاد بشه. البته خدمه تانک باید حواسشون باشه که از چه سوختی دارن استفاده میکنن. چون اگه اشتباهی به جای گازوئیل بنزین زیادی را تو موتور بفرستن، باعث آتیش گرفتن اون میشه. علاوه بر همه این لایه‌های حفاظتی، آبرامز از سامانه دفاعی تروفی که متعلق به تانک مرکابا هست هم استفاده میکنه. اگه میخواید بدونید تروفی چطور کار میکنه، این ویدیو تانک مرکابا رو ببینید.